برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مراسم فارغ التحصیلی قرآن پژوهان چهارمین دوره آموزش های قرآنی حسینیه قصرالزهرا سلام الله علیها از مراکز مرتبط با دفتر مرجع لغد آیت الله العظما سید صادق شیرازی در شهر مقدس کاظمین برگزار شد. این مراسم با حضور سید علی طالقانی و جمعی از مسئولان و اعضای مؤسسات و انجمنهای قرآنی و اساتید علوم قرآنی برگزار شد. تا این مراسم از ده ها شرکت کننده در چهارمین دوره ی آموزش های قرآنی حسینیه قصرالزهرا سلام الله علیها که از استانهای مختلف کشور عراق به صورت حضوری و مجازی در این دوره شرکت کرده بودند تجلیل به عمل آمد. در پایان این مراسم به مدعوین و اساتید چهارمین دوره قرآنی لوحای سپاس و به دانشجویان دختر و پسر فارغ التحصیل گواهینامه شرکت در دوره آموزشی اعطا گردید. دفتر مرجع عالی‌قدر آیت الله العظما سید صادق شیرازی در شهر ماهاجنگا در کشور ماداگاسکار به ده‌ها خانواده معلولان جسمی و نیازمند در این شهر برنج اهدا کرد. تا این اقدام که در چارچوب فعالیت‌های خیریه دفتر مرجعیت شهر ماهاجنگا صورت گرفت، صدها کیلو برنج در میان ده‌ها خانواده معلولان جسمی و نیازمند توزیع شد. با همکاری بنیاد جهانی آیت الله العظما سید صادق شیرازی همایش نقش خانواده در ساختن جامعه در استان بابل کشور عراق برگزار شد. این همایش از سوی انجمن مراقبت از کودکان دیابتی در سالن کمیسیون عالی حقوق بشر استان بابل برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد تقی زاکری مسئول بنیاد جهانی آیت الله العظما شیرازی و نماینده پلیس جامعه محور و جمعی از مسئولان سازمانها و مراکز مدنی در این همایش حضور داشتند. همایش مذکور توسط چندین شبکه ماهواره‌ای از جمله مجمع رسانه امام حسین علیه السلام و شبکه جهانی الشعائر پوشش داده شد. کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک تهران در دومین گزارش خود ایران را رکورددار اختلال اینترنت در جهان معرفی کرد. در این گزارش در خصوص وضعیت اینترنت ایران آمده، همانطور که مشخص است ایران با میانگین حدود 48% وبسایت دارای اختلال پس از چین با میانگین حدودی 47% به عنوان اولین کشور با بیشترین اختلال اینترنت در 9 ماه اخیر است. خط تیره در این جدول به معنای قرار نگرفتن کشورهای منتخب در میان پایین ترین کشورهای این رتبه بندی است، به این معنا که حتی همین کشورهای انتهای جدول نیز در تمامی ماها جزو کشورهای با اختلال بسیار زیاد نبودند، حالانکه ایران در این ماها صدرنشین این جدول است. منابع محلی و خبری گزارش دادند که یک کوه آتش فشان در نزدیکی شهر گریداویک که در جنوب غربی ایسلند فوران کرده است. گزارش ها از ایسلند حاکی از تلاش امدادگران برای جلوگیری از نزدیک شدن جریان گدازه ها به منازل مسکونی است. یک شکاف جدید درست در شمال گریداویک که نزدیکترین شهر به محل وقوع جدیدترین فوران باز شده است و گدازه ها اکنون فقط 50 متر با نزدیکترین خانه ها فاصله دارد. جاده اصلی منتهی به گریندابی که قطع شده است و شهردار محلی وضعیت را شوم توصیف کرده است.